سلام دوستان وقتتون بخیر باشه این ویدیو پاسخ به پیام های شما هست من تا ابتداش میخوام یک موجی که در شبکه های اجتماعی را افتاده رو با هم مرور بکنیم من یه نکته رو میخوام داخل پرانتز بگم پیچیدگی ماجرای افغانستان به شیوهی هست که شما ای را میبینید که در این ماجرا به بهانه پرداختن به افغانستان و به بهانه پرداختن به پنچیر دارن موج رسانه خودشون پیش میبرن مثال میزنم یه عده در داخل کشور خودم هستن این چهره های سیاسی ها یعنی از زمین خوردن جمهوری اسلامی سود میبرن داخل حاکمیتن اپوزیسیون داخل حکومتان و در حوزه افغانستان تا الان تولید محتواهایی انجام دادن که به طور کامل اگر شما یک افغانستانی هستید اونها رو دنبال بکنید نمیتوانید متنفر نشوید از ایران اینا ایرانی هن. به شیوه تولید محتوا که تو متنفر میشی از ایران و من همیشه برم یه سوال بوده آقای ابتهی آی... تاجزاده های دهباشی آقایانی که به این شکل توییت میزنی در ماجرای افغانستان یعنی ما کشور ما هیچ خوبی نداشت تو این ماجرا بچه های ارتش بچه های مرزبانی ما این همه فیلم و عکس منتشر شد از این خدا نیروهای نظامی افغانستان اومدن در خاک ایران مسلح نیروهای طالبان بلند شدن لب مرز مرزا رو بلند شدن رفت اونجا گواغا اینا امانتن اینا پناه آوردن من نمیتونم این رو تحویل بدم و ایستادن در مقابل اونها اینا رو شما ندیدی اینا رو شما روایت نمیکنی ما هیچ نقطه خوبی هیچ نقطه خوبی در ماجرای افغانستان نداشتیم خب این بیشرفیه دیگه وقتی یک نفری میآید و فقط سیاه, نما... سیاه نمایی های میکن. بعد یه مطالبه داره اون مطالبهش اینه ایران تفنگ برده برو افغانستان اینا جنس مطالبهشون فرق داره دقت بکنید من این چیزی یادآوری کردم گفتم که آن چیزی که داره رخ میده آمریکایی که درخواستش این بود که شما در سوریه نباشید اون, آف... اون آمریکایی مطالبهش اینه که شما در افغانستان باشید اون آمریکایی یه سری تیم رسانی در فضای فارسی زبان داشت یه سری غربگرا داشت که اونها هم میگفتن شما در سوریه نباشید مدافع حرم شما رفته بود در, در سوریه افغانستانی ایرانی رفته بود در سوریه اینها با تفنگ رسانی پشت سر این مدافع حرم بودن مدافع اسد خطابش میکردن دیگه در ماجرای افغانستان همین رخ داده این تیم رسانه‌ای من منظورم با کسانی نیست که دارن از پنج شیر صحبت می‌کنن من دارم در تو یک تیم رسانه‌ای صحبت می‌کنم یک جریان خاص صحبت می‌کنم که او در حال بهره از این قضیه است این تیم رسانه‌ای در ماجرای افغانستان داره چیکار می‌کنه داره همون رفتار انجام می‌ده یعنی آمریکا می‌خواد ایران تحریک بشه بره داخل افغانستان و اینم به شما بگم شما اگر همین الان نیروی نظامی هم بفرستید داخل افغانستان بچه افغانستان میگن که شما ماجرا تمام شده نیست ماجرا تازه شروع میشه تاجیکستان من شنیدم امروز نیرو اعزام کرده در ماجرای پنچیر نیروهای نظامی فرستادن در زیل پرچم یکی از جنرال هایی که در افغانستان اخیرا فرار کرده بود نمیدونم صحت داره یا نه فیلماشو من دیدم فیلماش منتشر شده بخشی از فیلم ها رو اصلا اجازه روی صحبتام پخش بشه تایید یارت نمی کنم منتها میگن این فیلم ها خود افغانستانی منتشر کردن میگن ماجرای میگن فیلم ها مربوط است به چند هزار نفر که از تاجیکستان بلند شدن اومدن داخل پنچیر دیگه چه کسانی هستن پاکستان پاکستان از خودش نیروی نظامی بفرسته قطر عربستان اینا کسانی هستن یعنی شما زمانی که وارد بشوی در یک در یک جامعه چهل میلیونی که بخش قابل توجهش جوان هست این پایان ماجرا نیست آغاز ماجراست. است به هر جد این گروه جوان بخشید میگم گروه جوان این گروه رسانه‌ای داره تاکید میکنه بر اینکه آقا این اتفاقا رو انجام بدید و آن چیزی هم که از ایران روایت فقط سیاه هست خب یه جایی شما باید رو بدی دیگه وقتی این کارا رو انجام یه جای باید یکی باشه بیاد به شما پاسخ بده کاربرهای شبکه شما نه یک موجی را انداختن و اون موج این بوده که اوکی شماهایی که میگید ایران باید بره به جنگه حالا خیلی ها بر این, این که ماجرای پنچیر باید حل بشه قبل از همه این مسئله باید ماجرای پنچیر حل بشه دیگه ما باید یک راهکاری پیدا بکنیم که پیشروی متوقف بشه چون ایران اولین کشوری بود که محکوم کرد ایران ماجرای حمله به پنچیر رو محکوم کرد اینو حتی خیلی حالا نمیدونن الان ممکنه مخاطب نگاه بکنه تا مخاطب افغانستان میگه ای مگه ایران محکوم کرده اولین کشوری که محکوم کرد ایران بود مون تا رفقای خودمون انقدر سیاه نمایی کردن که بچهای افغانستان نمیدونن متاسفانه این حقیقت رو نمیدونن به هر جد بعضی از کاربرهای شبکه که اون یه موجی رو انداختن گفتن که اوکی اگه شما خیلی تاکید دارید که باید یک جنگ اتفاق بیفته خب وقتی میگیم یک جنگ باید اتفاق بیفته یعنی خونهای باید ریخته بشه دیگه این خونها کجا باید ریخته بشه جایی که دیگه ما هیچ راهکاری نیست جنایتکارترین حکومت دنیا یعنی یه چیزی که ما مشابهش رو هیچ کجا ندیدیم داعش یک حکومت چند ملیتی که اصلا فاجعه به تمام معنا بود خود تکفیری ها هم از اینها گلایه داشتن از بس که اینها جنایتکار بودن این داشت تشکیل میشد و دیگه هیچ راهکاری نبود راهکار تنها چیزی که میشد بهش فکر این بود که بروند ای جان بدهن برای اینکه این حکومت تشکیل نشه در افغانستان ماجرا خیلی متفاوته حالا این تفاوت ممکنه بعضی از دوستان من روش نقد داشته باشن به هر جهت خونهایی باید ریخته بشه کیا باید برن وسط این میدان تا کی قرار هست معادله این شکلی باشه که بچه های مدافع حرم و بچه های مردم و ایرانی ها و افغانستانی ها و ملت ها هاشون برن جان بدهن بعد جماعت غربگرا بنشینن نگاه بکنن آخر سر مقصد طول زاده اینها غرب باشه اون معادله نیست که این که معامله خوبی نیست که این که تقسیم کار قشنگی نیست که همش بچهای مردم توی میدان و جنگ طول زادای شما در غرب خیر یه بار برعکس بشه شما بلند شید برید اگر خیلی تاکید دارید برای اینکه این که اتفاق باید بیفته بلند شید برید و اونجا سلاح به دست بگیرید اول کسی که این پیشنهاد رو مطرح میکنه و بعد این موضوع تاکید میکنه آیه حسن عباسی بوده حداقل من اولین بار از حسن عباسی شنیدم نمیدونم کسان دیگری هم گفتن یا نه و البته یه نقدی هم دارم به نکته حسن عباسی یه نقدی دارم آیه عباسی از ساعته میگن که دو تا تیپ تشکیل بشه تیپ سلطنتیون و تیپ اصلاحاتیون و ایشون در صحبتشون در روی تیپ سلطنتیون میگه که سلطنت طلب ها تا به سلاح دست نگرفتن جنگ انجام ندادن این تیپ تشکیل بشه و بچه های سلطنت طلب بلند شم برم میدونم آیه عباسی کجا سلاح دست نگرفتن کجا نجنگیره این تصویری که دارید مشاهده می‌کنید؟ آقای رضا پهلوی هست موشک رضا پهلوی بر روی سکو داره قرار میگیره همونطور که مشاهده میکنید آماده بشه شلیک بله دارن حمایت میکنن و کمک میکنن که موشک روی سکو قرار گرفته برای اینکه پرتاب بشه به, مر... به, مقصد تهران کار نظامی دارن انجام میدن خیلی حرفه خیلی شیک خیلی مشتی تا صدای این موشک بعدا در میاد الان شما متوجه میشین صداش بعد پس سلطنت طلب کار نظامی کردن این حرفی که شما گفتین به هر جد ایشون نکته ای رو مطرح میکنه کسان دیگری هم میآین حرفایی رو میزن و کاربرهایی توییت هایی رو می نویسن چهره های چهره هایی که ازشون این مطالبه صورت گرفتن واکنش هایی رو نشون میدن بخشی از این واکنش ها و بخشی از این توییت ها رو میخوایم با هم دیگه ببینیم یکی از کاربرهایی که خیلی خطابش توییت نوشتن در این قضیه آیه محمدعلی علی بوده محمد علی در یک توییت میگه که اجازه من توییتش رو دقیق بخونم میگه خطاب به اون کسی که خطاب یک البته این توییت رو خطاب کسی نمیزنه هفته هفته ای یک توییت مینویسه تحت این عنوان که دارم فکر میکنم تفکر حکومت عوض شده یا تفکر طالبان آن بار تا مرز جنگ پیش رفتن این بار قربان صدقه هم میروند یه کاربر اومده بهش گفته که آقای ابتهی یه پیشنهاد و استاد حسن عباسی داده و اون پیشنهاد اینه که شما اعزام بشید پنجشیر شما که انقدر تاکید دارین باید بریم به جنگیم خب بچه های مردم این همه رفتن اگر خیلی بر این باورید که دیگه شما اگر استراتژیست من هستید اگر شما میفهمید که الان اولویت جنگ افغانستانه خب بفرمید و گفته که در قضیه سوریه هز... در قضیه سوریه ها رفتند و اصلاح طلبان نیش زدند این بار آنها بروند و ما به جای نیش زدن کف میزنیم و تشویق میکنیم بعد آقای ابته یه جمله خیلی کوتاه در پاسخ به این کارور گفته که من پاسپورت ندارم یه کارور دیگه ریپلای زده به ابتایی که خیلی هم گرفته گفته که آیا این مطمئنی فقط پاسپورت نداری و حالا اینم خیلی مورد بحث قرار گرفته است که منظور این کاربر دقیقا چه نکته ای خطاب با این محمد ابتهی بوده من متوجه نشدم منظورش واقعا چی بوده یعنی خب چی میتونه نداشته باشه پاسپورت دی پاسپورت نداشته نمی توی بری دیگه چیز دیگه مگه هست به هر جهت توییتی که کاربر زده خیلی مشابه این توییت ها خیلی زیاد بوده و آن جماعتی که مطالبه جنگ دارند ببین یه جای اسمو مطالبه حل بحران داریم میگه خب سرمایه مردم افغانستان در پنچیره احمد مسئولی که سرمایه مردم افغانستان یه کسی که ویژگیش این هست که مردم, مردم به اون نگاه میکنند و, و از او مطالبه حل بحران داره میتونه سرمایه مردم افغانستان باشه ما از ابتدا تاکید اونوری که این سرمایه نباید قربانی بشه اتفاقا ایدئال برای طالبان و گروه های افراطی این هست که این سرمایه از موی برداشته بشه موی دماغه از ابتدام رو تاکید و گفتیم یه راهکاری باید پیدا کرد که این بخشی از حل مسئله افغانستان باشه شما که روی تاکید میکنید آقایونی که به اسم رفیق و انقلابی و دلسوز سفر رو انداختید داری تحریک میکنید که دمیده بشه به جنگ پنچیر اصلا راهکار غلطه باید یک راهکاری پیدا کرد از پیشروی از این پیشروی باید جلوگیری بشه و الا اگر آن کسان که در پنچیر هستن آسیب ببینن هم پاکستان سود میبره هم تاجیکستان سود میبره هم طالبان سو همه ای اینها منفعت میاد باید معقولانه مسئله رو دید به هر جد کاربرها پیام های از این دست دادن یه کاربر دیگه گفته که در پاسخ به ابتهی که گفته من پاسپورت ندارم گفته همین محمد علی ابتهی که میگه من پاسپورت ندارم برم پنچیر به جنگم میدونستید نماینده صدا تو بیروت بوده خب بس پاسپورت داشته بعد بعد بریم جستجو کنیم اون کاربر قبلی که میگفت این یه چیز دیگه نداشته اون چیز چیه که احتمالش شد به اون ربط داشته گفته که خلاصه تقسیم کار از دید اصلاح طلبا اینجوریه که گلوله و جنگ مال بقیه سمت نماینده کشور با حقوق و حق ماموریت و چیزهایی از این دست هم مال ما یه نکته داخل پرانتز داریم البته در داخل جریان اصلاحات اینگونه نیست که همه دعوت بکنن به جنگ در ماجرای افغانستان باید منصف بود و باید این قسمت رو گفت در جریان اصلاحات هم کسانی هستن که دارن تاکید میکنن آقا اینا که دارن حرف میزنن اینا افراد گرایانه دارن حرف میزنن یه آقایی هست که من خیلی بهش نقد دارم توی اون جناح اون هم اومده و کرده کرد که بابا جون راکار اصلا جنگ نیست شما داری تحریک میکنی این جامعه رو که برای جنگ اشتباه ترین کارو داری میکنی تو خودت اگر داخل جامعه افغانستانی احتمالا این شکلی توی نمیزدی چرا چون میگفت او کشور داره سمت جنگ اومدی از بیرون گودری کشور هدایت میکنه به سمت یک بحرانی که که البته دامن کشور تو هم میتونه بگیره و تو البته ازش متاسمان قاد قافل هستی توی تو عدی رو بخونیم آی دهباشی آی دهباشی من یک واکنش نشون داده به آن کسانی که توییت زده اند به نظرم توییتش مهندسی شده است یعنی متنی که نوشته واقعا آفرین داره دمت گرم قشنگ متن رو تنظیم کردی به, دلیلی که توضیح خواهم داد در پاسخ کاربرهایی که گفتن بیا اعزام افغانستان گفته که مخالفان طالبان نیاز به تشکیل تیپ ندارند اینو در پاسخ به کاربرهایی داره میگه که گفتن که یه تیپ تشکیل بده و رو افغانستان گفته مخالفان طالبان نیاز به تشکیل تیپ ندارن عجب شما شدید مخالف طالبان ما حتما شدیم حامی طالبان اصلا ماجرا داری اشتباه رو باید میکنی عزیز دلم شما حامی جنگی چرا نقش تو چرا تطهیر میکنی چرا تحریف میکنی شما مخالف طالبان نیستی که شما حامی جنگی شما داری دعوت میکنی که ایران سلاح برداره بره طالبان بر افغانستان بره بره با طالبان این هوشمندی دهباشی نشون میده و متاسفانه کاربرها قافل بودن من نگاه کردم پاسخ کاربرها رو کسی نگفته بود که ای دهباشی نبرده با طالبان رو و ایستادن در مقابل افراطیگری رو و مخالفت با افراطیگری رو به اصطلاح مصادره نکن پرچمش رو تو در مقابل این ماجرا تعریف نمیشی کاربرها هم نگفته بودن بهشون به هر ایشون گفته که مخالفان طالبان نیاز به تشکیل تیپ آنها هر کدام تکدیراندازهایی هستند که با همین قلم هایی که تا سرحد جنون عصبانیتان می نماید تک تک ها و جنایات طالبان را به حساب حامیش صورت حساب می خب داستان این شکلیه پس من نمی آمریکا و نیروهای مسلح دیگر کشور چنقدر دارن هزینه می روی بحث نظامی برین یه سری کاربر تویتری دعوت بکنید که اینا تکدیر انداز باشن و تکتیر اندازی انجام بدن دیگه که اثرش بیشتره و اندازی مثل که مشکلات حل میشه و من البته قبول دارم آید دهباشی راست میگه آید دهباشی از دوستانشون تکدیر اندازهای حرفه رسانی هستن روزهایی که مدافعان حرم و در سوریه بودن شما سلاح به دست گرفته بودین شما تکدیر اندازها سلاح به دست گرفته بودین و با گلوله مدافعان اسد اینها رو داشتید میزدید این واقعیتی ما اصلا تحتیرش نمی... انکارش نمیتونیم بکنیم حقیقت داستانه به جدی یکی از کارورها خطاب بهشون گفته که من توییت دهباشی رو میخوام ترجمه بکنم ما برای عقیده ما از زیر لحاف توییت میزنیم بعد گفته که لات به اونی سامورایی ژاپن خاکت کنن اوز ساده حالا واژای رو گفته خیلی خوب این بخش از توییت ها هست الکبه رایفی پور یه توییت زده گفته که این جماعت خطاب همین آقایان گفته که در توییت های اخیرشان ناراحتن از اینکه چرا کاربران میگه بیا بجنگید اگر راهکا جنگ بسم الله خطاب به اینها گفته که این جماعت جان نهایت کنشگریشان در امور نظامی توییت زدن از زیر لحاف و مشارکتی همچون سلیت زنان کوفی در قیام مختار است این, اش، این اشباه الرجال به هنگام قیام دعوت به قود و به وقت قود به قیام فرا میخوانند این تیکه تیکه جالبی هست کسانی که در ماجرای سوریه دعوت میکردم یکی باید بنشینیم داعش تشکیل بشه امبوز یادشون افتاده که ما باید سلاح ببریم به افغانستان گسیل بکنیم سلاح رو به افغانستان برای اینکه این, ماجرا از طریق جنگ حل بشه در نهایت گفته که در سوی نظامی نظامیان ما رو مدافعان اسد مینامیدن و حالا آنها را مدافعان مسعود میخوان بریم چند تا توییت بخونیم توییت که خونی بریم چند تا از پیام های شما رو بخونیم حالا کنایه خیلی زدن ها. مثلا یه کاربری ماده داره گزارش تنز کار میکنه در تو این تیپ تیپ نظامی که میخواد اعزام بشه به پنچیر از بین این جماعت غربگرا و کاربرهای مختلف اومدن چیزهای از این دست گفتن من درباره اینا نمیخوام صحبت کنم چند تا کامنت میخوام بخونم و کامنت هایی که میخوام بخونم هم بعضیش ممکن هست منفی باشه پیشا پیش اپیش از دوستان عزیزم عذرخواهی میکنم گفته که یک دوستی خطاب ما در خصوص اون ویدیوی مربوط دوری مخفی افغانستانی ها که یک کاربر یه بار در نقش اسپانیایی می یه بار در نقش افغانستانی گفته که کسانی که خواهان دخالت ایران در افغانستان هستند دلسوز افغانستان نیستن بلکه دشمن ایران هستند که میخواهند از این فرصت استفاده کرده که ایران رو وارد جنگ فرسایشی بکنند یه شبنامه دیروز ارائه دادم در تو کردستان خیلی مهمه به افغانستان مربوط میشه حتما ببینید یه دوستی گفته که آها در تو ویدیو فهیم آیه فهمدشتی گفته که شما در ویدیویی که ساختی ایشون رو خطاب ایشون رو شهید خطاب نکرد دوست عزیز در رابطه با فهیم دشتی بی بی سی اومده یک اقدامی کرده و اون اقدام کثیف این بوده که گرای ایشون رو داده من ویدیو ساختم درباره ایشون در تو این آدم ویدیو ساختم دفاع کردم ازش شما دفاع من از ایشون رو نمی‌بینید بعد میری گیر میکن روی یک واژه به نظر منصفانه نیست یعنی یه جایی یه نفری میاد یه کار خوبی انجام میده سر یه چیزایی بهش گیر میدیم که میگه می آقا من عجب غلطی کردم این کارو کردم آیه فهیمدشتی درباره مسئله کردستان درباره مسئله کردستان همواره بر یک چیزی تاکید داشت میگفتش که کردهای ایران کردهای عراق کردهای ترکیه کردهای سوریه اینا حقشون هست که یک کشور باشن یعنی آقای فهیم دشتی کسی که مسئله کردستان رو نگاه میکرد فیلمش هست من نمیخوام پخش بکنم بخاطر اصلا موضوعیت ندارن تو اصل فیلمش هست ایشون میگفتش که اینا باید یک کشور باشن حالا اینا وقتی یک کشور باشن یعنی بخشی از پاره تن ایران ازش جدا میشه به هر جهت با وجود اینکه من به نگاه ایشون در این مسئله کاملا نقد دارم و شماها میدونید که نقد دارم درباره ایشون ویدیو ساختم حالا شما به که اینکه بگی آقا مثلا دمت گرم اینو ساختی خیلی های دیگه نساختن اومدی داری ما رو نقد می‌کنی که چرا مثلا این واژه رو گفتی و چرا مثلا اون واژه رو نگفتی مثلا خیلی منصفانه نیست یعنی یه جایی انرژی یه آدمی گرفته میشه وقتی نمونه مشابه پیش بیاد و این آدم بتونه دفاع بکنه دستش میلرزه میگه که خب ولش کن دیگه من که میخوام دفاع بکنم تایی تاشم اینا بیان بشین منو فوشم بده میگن تو چرا مثلا این واژه رو نگفتی این مثلا موضوع مهمیه بعضی وقتا نسبت به اون چیزی که برای مهم هست خودمون داریم گارد ایجاد میکنیم افراد رو وادار میکنیم که از چیزی که ما میگوییم دفاع نکنند یک دوست دیگری گفته که برادر عزیز اینو آقای داوود قدیریان خطاب به بنده گفته گفته برادر عزیز احمد مسعود قبل از فرانسه از ایران کمک خواسته و گفته که خلاصه افشین آقا تو چرا میگی که احمد مسعود رب داره فرانسه دوست داره من همچین حرفی نزدم ما حرف می بود گفتیم که فرانسوی ها سرویس اطلاعاتی فرانسه میخواد سوء استفاده بکنه از ماجرای افغانستان بیایم حواسمون رو جمع بکنیم این که میگویند این که میگویند ماها گفتیم که احمد مسعود وابسته به فرانسه این متاسفانه دروغی ای که آقای محمد حسین جعفریان داره میگه و مخاطبینش هم رسانه ما رو نمیبینن که طرف این که خب حتما جعفریان رفته اینا رو دنبال کرده راست میگه دیگه اینا آدمایی این که دارن مسعود رو ربطش میدن به فرانسه ما همش حرفی نزدیم منتها من میشنوم که ایشون هر روز تو لایو شرین رو نسبت میده به ما و خیر باز یادآوری میکنم همچین چیزی توسط ما گفته نشده است یک دوست دیگری گفته که باز ایشون هم همون حرف تکراری رو زده که من پاسخ دادم خدمت شما و خیلی خوب بخشی از پیام ها رو براتون خونم معذرت میخوام پیام های مثبت خیلی زیاد بود من نمیرسم بخونم پیام های مثبت رو صرفا برای خودم میخونم استفاده میکنم و تو این ویدیو فرصت نشد باز عذرخواهی میکنم امیدوارم که این ویدیو سازنده بوده باشه اگر احساس میکنید نکته هست باید اضافه بشه حتما برای ما بفرستین وقتتون بخیر